مسافر زمانی که وسط خیابان ظاهر شد در اثر تصادف کشته شد. رادولف فنز پدر در سال 1876 ناپدید شد. علی‌رغم جستجوی پلیس او هرگز پیدا نشد، اما خانواده وی همواره امیدوار بودند که این مهاجر اروپایی روزی برخواهد گشت. تمام اعضای خانواده در حالی که همچنان امیدوار به بازگشت رادولف عزیزشان بودند، یک به یک از دنیا رفتند. و اما بازگشت رادولف فنز، سالها بعد از مرگ تمام اعضای فامیل وی، رادولف با باور نکردنی ترین شیوه ممکن بازگشت. رادولف فنز به طور ناگهانی در جوان سال 1950 در وسط خیابان شلوغ پنجم در مرکز شهر منهتن 74 سال بعد از غیبتی که کوچکترین نشانی از خود بر جای نگذاشته بود پدیدار شد. وی چند ثانیه بعد از ظاهر شدن در میان ترافیک سنگین در یک حادثه رانندگی جان باخت. زمان ترفند بی‌رحمانه‌ای بر فنز زده بود. او را 3/4 قرن به سمت آینده سوق داده بود تا مقابل خودرویی که با سرعت در حال حرکت بود پرتاب کند. زبده‌ترین نیروهای نیویورک پیگیر این حادثه شدند. پلیس نیویورک از همان آغاز تحقیقات در مورد مرگ عجیب و غریب این مرد با ظاهر عجیب متوجه شد که این یک پرونده کاملا استثنایی است. و اما موتور سواری که با مرد عجیب و غریب تصادف کرده بود و باعث مرگ وی شده بود، شهادت داد که مرد مذکور حالت گیج و منگ داشت. راننده قسم خورد که وی به طور ناگهانی و به یک باره در مقابلش ظاهر شد. جسد خود یک معما بود. هرچند لباس‌های متوفا نو به نظر می‌رسید، اما پلیس بعد از تحقیقات مشخص کرد که لباس‌های این مرد افسانه‌ای که در وسط خیابان جان باخته بود، مربوط به یک قرن پیش بودند. بنابر شواهد پلیس که توسط مأمور بازرسی در صحنه تصادف نگاشته شده بود، مرد متوفا کت مشکی، کلاه لبه‌دار، شلوار و کفش‌هایی که با قلاب‌های بزرگ کهنه مربوط به قرن 19 بسته می‌شدند بر تن داشت. سنش حدود 30 و اندی به نظر می‌رسید. پلیس چند سکه قدیمی از رد خارج ولی نو در جیب‌های او پیدا کرد. در کیف چرمی چندین اسکناس آمریکایی مربوط به تاریخ 1870 میلادی و چند کارت تلفن که نام رادولف فنز بر روی آن حک شده بود پیدا کرد. بر گزارش افسر مأمور بین اشیای پیدا شده رسید حمل اسب و نگهداری چمدان نیز به چشم می‌خورد. حقیقت شگفت‌انگیز کشف شد. در حالی که پلیس قادر به کشف محل اقامت رادولف فنز یا یکی از وابستگان وی نبود، مورد در حال بررسی را به هربرت راین، یکی از محققان مرد گم شده، واگذار کردند. هربرت راین با استفاده از شواهد موجود در دفتر دولتی نیویورک با همکار خود در کشورهای اروپایی شامل اتریش و آلمان با هدف یافتن خیشاوندی از قربانی مذکور تماس گرفت. ظاهراً تحقیقات راین به جایی نرسید. بالاخره راین در حالی که ناامید شده بود درخواست بررسی دفترچه قدیمی اطلاعات تلفن شهر نیویورک مربوط به سال 1939 را نبود. در این دفترچه تلفن مأمور تحقیق به یک کلید مهم دست یافت. در این کتابچه اسم رودولفو فنز قید شده بود. به دنبال این کشف و با زحمت و تلاش بسیار پلیس، راین با همسر پیر و بیوه رادولف فنز پسر آشنا شد. در این مقطع داستان به عجیب‌ترین و غیر معمول‌ترین نقطه خود رسید. کشف واقعیت افسران پلیس را حیرت زده کرد. طی مصاحبه‌های طولانی با بیوه رادولف فنز پسر، او به محققین پرونده عنوان کرد که پدر شوهر وی در حالی که مشغول پیاده‌روی روزانه خود بود، ناپدید شده بود. در همان موقع پسر او و همسر این خانم 4 ساله بودند. مورد گم شده توسط خانواده به پلیس گزارش و پیگیری شد، ولی هرگز اثری از پدر شوهر گم شده به دست نیامد. این اتفاق در سال 1876 به وقوع پیوسته بود و رادولف فنز در آن زمان 31 سال سن داشت. بعد از این ماجرا راین به بایگانی دفتر مفقودین شهر نیویورک مراجعه کرد. در آنجا وی در کمال حیرت و ناباوری به رادولف فنز که توسط خانواده به عنوان گم شده گزارش شده بود برخورد. در آنجا قید شده بود که او در حالی که مشغول پیاده روی روزانه بود گم شده است. یک عکس قدیمی از رادولف فنز زمیمه گزارش مفقود شده بود. این عکس کاملا شبیه مردی بود که در خیابان شلوغ شهر نیویورک جان باخته بود. آیا فنز بیچاره در حین پیاده روی روزانه 100 سال قبل توسط گرداب زمان ربوده شده و به دنیای بیگانه آینده و فقط برای مواجهه با یک مرگ بی‌رحمانه و سریع پرتاب شده بود؟ اگر این حقیقت داشته باشد،
رودولف فنز پدر که فقط 31 سال سن داشت 105 سال بعد از تولدش جان باخته بود.